اتفاقای بی نهایت زیادی پیش اومده، بحرانهای روحی زیاد. من الان میخواستم این جریان زهرا رو تعریف بکنم، زهرا حسینزاده رو، که از ابتدا با سحر تماس میگیره و حالا همه اینا رو میگم، ولی الان که به سحر گفتم که سحر بیا صحبت بکنیم، سحر الان گفت من خیلی حالم بد شده به خاطر این لایف و میترسم از این لایف. من گفتم که خیلی خوب، بیا تو احساست رو همینجا بگو، چون که من این لایف رو با تو گذاشتم و خودت هم اول استوری کرده بودی و بعد تو استوریش خیلی کلی نوشته بود لایف من و زیبا. گفتم نه، در مورد این ماجرا بنویس و استوری تو عوض کن. الان گفت حالم بد شده. به هر حال الان عادش میکنم دوباره ببینم که چجوری میشه، به خاطر اینکه از ابتدا اصلا زهرا با سحر میخواست لایف بذاره، ولی تو این یکی دو روزه خود سحر دچار به هر حال مسائل. آره، برو یه بار دیگه بیا ببینیم که چجوری میشه. الانم زهرا اومده توی گروه و گفته که من زیبا به خانوادم قول دادم که اینا اومدن معذرت خواهی کنم فلان و اینها، یکی دو روز به من فرصت بده. گفتم فرصت تو داری دیگه، فرصت تو داری یکی دو روز. چیه، میخوایم صورت مسئله رو پاک کنیم یا چی؟ اصلا یاد تجاوزی صورت گرفته یا نه؟ یا خانوادت اینجا الان سر این که از صبح این مسئله مطرح شده یا توی گروه ها یا مسئله عنوان شده، سری یه دفعه جریانات مختلفی پیش اومده؟ خب میخوای یه کار دیگه بکنیم. من یه بار از این لایف میرم بیرون. خب اصلا تو لایف بذار، یه دقیقه میام اونجا، بعدم میام اینجا. سحر یکم بیا پایین تر. من وقتی تو قلبت به تپش میفته از حسش میکنم. یکم بیا این ورت، این بالا اینجا تو رو ببینم. خوبه؟ برو این سینه تو میخوام ببینم. آها، حرف نزن. آها، خب یه چند تا نفس بکش. صدات قطع شد، صدات رو ندارم. میخوام حالا قشنگ سوالی در رابطه با دستام هم ببین که داره میلرزه. آها، دستات هم میلرزه. بعدن اینو بذاری یا بعدن حتما سیوش بکن برای اینکه اصلا تو در رابطه با جریان زهرا اتفاقاتی از همین یکی دو روزه در رابطه با خودتو پیش اومد که اصلا اون کاملا میخواستم بذارم اصلا یه موقع، یعنی توی یکی دو روزه من خیلی مسائل در رابطه با تو متوجه شدم. بعد گفتم ولی خب الان که یه دفعه گفتی زیبا من میترسم از این لایف نمیخوام بگم، دیگه دیدم خیلی اهمیت پیدا کرد. الانم میخوای اصلا حرف بزنی؟ اصلا بگو الان چی بخوای. الان اگه میخوای لایو رو تموم کنیم، قطع کنیم، هر چی که دلت میخواد الان بگو. آره، من چون که وقتی که اون تیتر رو که دیدم زدی توی لایو برای لایو دوم، یه دفعه خیلی من حس ترس خیلی شدیدی گرفتم. بعد خیلی میخواستم به خودم غلبه کنم، ولی میدیدم که اصلا نمیتونم. بعد دیگه گفتم، آخرش گفتم خب بهش میگم دیگه، میگم زیبا من میترسم، من نمیتونم این لایو رو بذارم. خب حالا میدونی من چرا این مسئله رو متوجه شدم؟ استوری که از تو دیدم یه استوری خیلی محافظه کارانه بود. لایف با زیبا، من اومدم به تو گفتم استوری تو عوض کن، من استوری میذارم الان که اصلا در این رابطه میخوایم صحبت کنیم، تو برو اونو اد استوری کن. بعد اومدی انجام دادی، ولی وقتی همون انجام دادی دچار بحران روحی شد. خب حالا باز میل خودت.
اگه میخوای میتونی الان قطع کنی، چون هیچ اصراری نه. آره فکر میکنم که بهتره که تمومش کنیم. خب مرسی که اومدی گفتی، مرسی باشد. برو. چه قرار بود که لایو ما ساعت 8 باشه، منتها یه حالا مسئله پیش اومد و چیزایی شد که من تصمیم گرفتم، یعنی بازی با صحبت کردم گفتم الان لایو داشته باشیم. البته خوب واقعا هم لایو داشت و خسته بود و میخواست 8 باشه، ولی ممنونم ازش که پذیرفت الان بیاد. بذار که ادش کنم به لایو. های سحره بچه سحر دوباره برای این لایو دوم گفت من ترسیدم. خب سحر چی شد که ترسیدی؟ تهدید بدی؟ این تهدیدا رو باید ما انتشار بدیم به چیز. خب تهدید از طرف کی؟ همه اینا رو بگو. آره من اونجا که گفتی توی لایو گفتی خب بیا، بالاخره این مسئله از پیج من شروع شده بود دیگه، بر این دایرکت های زیبا زهرا به من بود، بعد گفتی بیا بگو و اینا، من هی مسیج میدادم میگفتم منو اد کن، من اوکی ام الان میام، که ندیدی اون توی لایو قبلی. بعد که لایو تموم شد من رفتم واتساپ چک کردم، دیدم زهرا به من مسیج داده که آره من عموی من سپاهی گفته که چی تو رو کاری نداریم، نمیدونم چی سحر رو از روی شماره تلفن و نمیدونم شماره حساب و چی پیگیری میکنیم و اینکه پلیس فتا هم میاد پیج زیبا رو میبنده. حالا حرف من اینه که یعنی من الان واقعا اصلا احساس نفرت کردم نسبت به زهر، بعد این مسیجش هم زود پاک کرد اینا رو که گفت، بعد سریع دیلیتش کرد و گفتش که آره. من دارم گفتم یعنی چی مثلا من یعنی چیکار اونی که تو اسکرین شات الان فرستادی اونو دیلیت کرد؟ آره مگه اسکرین شات دومیو مگه نفرستادم جای دوتا دیلیت هست که دورش خط کشیدم؟ من فکر کردم مال این که مهدی رو بردن نه بیمارست. اونو دقت نکم دیلیت کرده باشه. اونم نگاه کن. آره اونم نگاه کن. خب آره اونم اون تو نگاه تو توی چیز منه، توی اسکرین منه، ما دیگه قاطی کردیم. خب ادامه بده. آره بعد همین تهدیدشو پاک کرد، تهدیدشو پاک کرد. آره خب برای اینکه سریع اسکرین شات گرفتیم. آره و اینکه گفت من دوستانه گفتم به تو فلان اینا، گفتم خب یعنی این چیز اومد توی ذهن من که تویی که اومدی ساعت چند بود مثلا به من مسیج دادی روی روی اینستاگرام، من اصلا زهرا رو نمیشناختم، اصلا نه خودشو میشناختم نه عموشو میشناختم نه هیچ چیزی داشتم، بعد ناراحت بودی گفتی که من اینو پرسیدی گفتی من میخوام من چیکار کنم، میخوام بیام مشاوره زیاد رفتم برای من فایده نداشته، حال خوبی ندارم به خاطر این اتفاق تجاوزی که برای من افتاده، چیکار کنم، این صحبت ها که من بهش گفتم که میخوام بیام مشت میزنم اونم بگو مشت میزنم به آره انقدر که من عصبی میشم مشت به دیوار میکوبم، حالم خوب نیست فلان اینا. منم گفتم خب میخوای بیا گروه تلگرامی ما، بیا حالا مسئله تو مطرح کن، میخوای لایف بذار، هر چیزی که به هر حال کارهای راهحلایی که به ذهنم میرسید رو من جلو پاش گذاشتم. بعد خودش گفتش که من چند ساله الان نمیدونم 3 ساله چقدر زیبا رو دارم فالو میکنم و در جریان چیزاش هستم، روان درمانیاش هستم و نمیخوام اینجوری بشه که خیلی ها میان مسئلهشون رو میگن زیبا چیز میکنه کمکشون میکنه، بعد اونا میکشن کنار، حالا مثل ستاره خودش اسم آورد، مثل ستاره نمیدونم ستاره مولود بعد کاسه کوزه ها سر زیبا میشکنه که تو نمیدونم زندگیشون رو خراب کردی تو فلان کردی، ولی من اینجوری نیستم، من میخوام بیام حرف بزنم و پاش بایستم فلان اینا. خب بعد الان مثلا تازه خوبه که لایو هم نذاشتی چیزم نکردی، مثلا اینو واسه من می نویسی، خب من الان مثلا چیکار کردم به عموی تو که بخواد بره مثلا پیگیری چی رو میخواد بکنه، یا خود تو اونی که میگی میاد پای تو رو میبوسه، خب بگو نمیخواد پای منو ببوسی، حداقل مثلا اگه چنین حرفی رو زده از من دفاع کن اونجا، من مگه اصلا تو رو میشناختم که اومدم قاطی مسئلت شدم، این همه استرس کشیدم این چند روزه.
آخه قضام خوردی هستم. آره، ولی خب کم استرس، همش زندگی آدم مختل میشه. بچههایی که میان میگن سحر ترسیده سحر ترسیده، خب یه ذره شما فکر نمیکنین که این مسائل واقعا چه استرسی داره. ولی کن خب من وقتی که میبینم یه تاثیر مثبتی روی یه نفر میتونه داشته باشه، کاری که از دست خودم برمیاد و براش انجام میدم. حالا نمیگم کار مثلا شما خیلی به رضا اندازه به زیبا که تو نکردم، گرفته بهت هدیه هدیه کنه بده. بعدش تهدید شد از ماست که آره بر خب از تو، مام دقیقا دقیقا. تهدید کرده که به عموهای من سپاهی هن و من اینا رو سحر فلان میکنم و تو رو خب اگه این سپاهی هم سپاهیان تو تو مقابلشون وایسا، اگه سپاهیان تو مقابلشون وایسا، مگه تو نگفتی که من ویدیوشون رو دارم که از من عذرخواهی کردن؟ پس همچی مسئله بوده که عذرخواهی کرده؟ اگه تو داری میگی که زیبا، من حتی به خودت هم گفتم که زیبا من بخوام این لایوم بذارم، اصلا از کجا بدونم که زهرا همه چی رو داره راست میگه؟ من حتی اینو به تو گفتم، مسیجم هم هست. نمیگم دروغ آره. میگه، ولی میگم که من حتی اینجوری نبودم که بگم دوست این بودم، خواستم طرفشو بگیرم، خواستم بیام بگم تو لایف باش و همه حقا با توه. بعدم گفتی که تا ساعت 8، گفتم من تا ساعت 8 هزار جور احساساتم بالا پایین میره، یه وقت انقدر هی ترس به من غالب میشه، یه وقت نمیدونم چیز میشم. گفتم الان که مثلا این حسو دارم که بخوام بیام، بیشترم این لایف خطابم به زهرا بود و امثال زهرا که ما مثلشون رو خیلی زیاد دیدیم واقعا، کسایی که حالا چون که زهرا گفت من الان خوشحالم مثلا حل شده خانوادم، این اون اومده اینو پذیرفته از من عذرخواهی کرده نمیدونم دلم خنک شده فلان، ولی بعدش اومد اینجوری به من گفت، حالا دوست داشتم که خب بیام اینا رو تو لایف بگم. گفتی خیلی خوب. اون الان توی گروه بچه پیامای چیز رو من میخوام بذارم. وایستید یه دقیقه، وایستید الان پیاماشو بذارم شما ببینید که حق مشاوره ما برای چیه. خیلی خوب، اینکه اولا که بچه ها ببینن که اینجا اینو نگاه کنید چیه. سحر عموهام سپاهی هم الان زنگ زدن که از طریق شماره تماس تو شماره کارت ها پیگیر چی بشن؟ پیگیر آوره؟ پیگیر پیگیر آوره. من آها، بعد زیبا میتونیم با فتا پیجشو ببندیم، بعد خودشم میدونه چه کنیم که میگن تمومش کنیم. خب این الان ایشونه، بعدش که اول که بالا نوشته چطوری مبلغ واسه زیبا واریز کنیم. خب الان میگم بهش، البته رفته صبونه بخوره، اینا پیامای توی زهرا که اسمشو نوشتی. چطور میتونم مبلغی واسه زیبا، واسه این انقلاب بزرگ، واسه این انقلاب بزرگ. خب این از این بچه، حالا این تو ذهنتون باشه تا من براتون این الان این باشه، این تا من براتون این چیزم بیاد بیا اینا رو آره اینا رو عمو بشنوه اگه میخواد حال کسی رو بگیره، حال اونو بگیره. آره ببینه شخصی برام فرستادی که نه تنها پاک نمی کنم بلکه با سهر هم لایو میذارم. بذار که تو خود سهر نداشتم، چون بقیه بچه هم بذارم، با هر کی دوست داری لایو بذار، با هر کی دوست داری در برش حرف بزن، با علی خامنه ای بگیر علی خامنه. آره آیدی فک و فامیلات هم بده با اونا لایو بزن. بچه گوش دادید؟ نه من مولودم نه اسکولای دیگه. این میخواست، این کسی بود که نمیخواست بچه از لنز نیست، از این چیزه، از لپتاپه. نگاه کنه وایس بعدی. من دلم میخواست این کار کنم و آرامش برسم و همون هم باید به خانوادهش میگفت و این معذرتهایی رو میکرد و این کار رو کرد. قصدم از این کار آرامش پیدا کردن خودمه. از چاله عموم در نیومدم که بیفتم تو چاله تو، منو تهدید کنی با سحر لایو میذارم. تهدید قبل از بحث این دوستانم یه بیوگرافی از خودم بهت گفتم. من دقیقا مثل خودت بیاوروام، هیچی برام مهم نیست، هیچی واسم مهم نیست. چقدر شجاع. آرامش و آزادی خیال و روح هم که این دنیا واسم مهم بودش که بهش رسیدم. خواهی پاک نکنی نه لایف میخوایی بذاری بذار، دستت هم درد نکنی.
خب اینم اجازه داد دیگه برای لایو. حالا صبر کنید بچه‌ها، اینو صبر کنید. اینم اینجا نه پیامایی بود که پیامایی منو دیگه لازم نیست، چون من تو لایو گفتم دیگه. حالا بیایم اینجا وایس بعدی. اینجا پارمیدا بهش میگه چه عالی که پس برات مهم نیست دیگه. خب حالش خوبه بچه‌ها، میبینید که زهرای ترک کاری که برام کردی ازت تشکر کردم. حالا توهماتتون رو میگه که این داستان رو با گذشته تاثیر بدی، مشکل خودت نباش، مشکل منه. خب بچه دیدید که چقدر نگرانش نباشید دیگه. بچه بذار یه لحظه از اول بیارم دیگه. نگرانش نباشید، هیچ اتفاق نیفتاده برای ایشون. الان ایشون هم مقابل منه. خب من تو زندگی میتونم بگم بابا من مصطفی چه برسه به توی که اونور دنیایی و بابت کاری که واسم کردی ازت تشکر کردم، چون تشکر نفسی کرده. تمام عمرت کسی جرأت نکرده با من اینجوری حرف بزنه. من امثال تو رو زیاد دیدم بچه ها، میبینید دیگه امثال منو زیاد دیده. تا حالا کسی جرأت نکرده باش اینجوری صحبت کنه. خب من نمیدونم چه جوری پس عموش بهش تجاوز کرده، کسی تا حالا جرأت نکرده بهش اینجوری حرف بزنه. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه، ما افراد شجاعی داریم. چشمات روشن. دقیقاً دیکتاتوری چلین مامانای رسمی ایرانیه که برخلاف میلشون عمل میکنه، 360 درجه تغییر میکنن. خب برام غیر قابل هست. خب زهرا تو که براش اهمیتی نداره و مهم نیست، چی باعث شده که یکم لحنت به گوش عصبانی باشه؟ خب اینم یه چیزی که اول آدم باید فکر خودش باشه، ولی خب تو با این دایت میتونست به خیلی الهام ببخشی که اونم بیان بگن تجاوزایی که بهشون شده. این نظر تو مهدی، من هزینه‌هاشو دادم و بزرگترین هزینهشون بودش که کسایی که سالی خونه من نیومده بودن همشون اومدن. آها. اومدن خونهش دعوا و داد و بیداد شد و نتیجه هم که میخواستم حاصل شد. پس من تکنیکایی رو از بلدم، بلد آفر آدم ها رو هم خوب میشناسم. من که زنم کم، من مسئول الهام بخشیدن به بقیه نیستم. من دنبال آرامش توی زندگی خودم هم، هر کیم مسئول زندگی خودشه. من کاری رو که دلم نمیخواد نمیتونم برای الهام بخشیدن رو کسای دیگه انجامش بدم. حتی یکی یادمه کسی جرات نکرده منو مجبور به کاری بکنه. آفر. بعد از این هم نمیتونم دلم بخواد میکنم. و باز هم میگم من مسئول الهام بخشیدن به بقیه نیستم. ولی تو این پیام رو رسوندی با نیومدن به لایو امروز که متجاوز میتونه تجاوز کنه و یه عذرخواهی کنه و همه چی خط به خیر بشه. اگه لایو میذاشتم چه اتفاقی میافتاد؟ غیر از اینکه همه باید میدونستن و الان هم همه دونستن، غیر از اینکه نهایتا یا زیرش میزد یا معذرت خواهی میکرد، چه با لایو چه بی لایو نتیجه این بودش که حاصل شد. خودتون رو گول میزنید شما. آها. دست بردار از این منم منم کردن بابا. کسی تو مجبور به کاری نکرده. خب نمیای نیا، ولی زیبا دوست داره در رابطه با این توضیح بده به مخاطباش که ساعت فروشون تعیین کرده اون ساعت بعد بیان لایو. قرار بوده در رابطه با رابطه‌ای که به زور و مجبورت کردن انجامش بدی صحبت کنی. تا اونجا که من میدونم اینقدر غرور از کجا میاد آخه؟ وای چقدر خوشحالم که یه موضوعی که ربط به من داره انقدر تو رو میتونه عصبانی کنه. از من بهت نصیحت، موضوعی که به ربط نداره عصبانی نکنه، چون اول پوست تو خراب میکنه، پیرت میکنه و فکر تو مشغول میکنه. آزاد باش. پس چرا تو قرار لایت گذاشتی که اینا رو میدونستی؟ قرار گذاشتم که این اتفاقی که میخوام و افتاد بیفته. افتاد دیگه. اتفاقا من یه اعتقادی دارم که افراد جامعه همه به هم بستن و برای یکی فرهنگ سازی کنی به خودت برمیگرده و اگه قراره پوستم خراب بشه خب به درست خراب بشه. اهمیت نداره پوست من این وسط، مسائل خیلی مهمتر هست الان. خب اعتقادت بس خودت محترمه، من بهش احترام میذارم و ازش استفاده نمیکنم. پس هدف تو من استفاده ابزاری فهمیدم و دیگه این بحث رو ادامه نمیدم. همینجا کاری میکنم. چه کار عالقرانی میکنی؟ هم خودت آرامش داری هم بقیه. عواقب کار هر کسی هم به خودش معروفه. خب اینم که ببینید آخرش شد. بلاک رفتم دیدم بعد از لایف بلاک شدم، چتام که پاک شده.
اینم که میبینید که مال زیباست دیگه، درسته؟ تا بعد از لایف. اینم پاداش ما، اینم که این بچه ها نظر دادن و این که اینجا این دوتا رو میگفتی که پاک شده. آره. خب حالت خوبه الان عزیزم؟ یه با هم بریم یه آب آره. آبو بیار به سلامتی هم دیگه، من آخه به سلامتی آب میخورم. ببین سحر، من این بچه ها آره اول آبو سلامتی بخوریم. ما که این بچه ها رو زهرایی نمیشناختم خب، و این بچه ها میان میرن، ولی اون بچه هایی که الان مثلا ببین چقدر پارمیدا صداش جالب بود، اصلا من اینا رو دقت نکرده بودم چقدر صداش قوی، برخورداش خوب، آفرین به پارمیدا. بعدش بچه هایی که اینجا تو این جریانات نمیدونم بانو چه برخوردهای خوب، بعد اینا همش خیلی مهمه. در واقع ما با این جریانات خودمون تغییر میکنیم، رشد میکنیم. خب من برم تا روز 33 شروع نشده برو یه آش 20 دقیقه درست کنم حداقل، مثلا روز غیر آب درمانیم یه چیزی بخورم. اینجا هم اینجاتم لاغر شده بودن این قسمت، ولی شکم هنوز هست با من. بریم دیگه، بریم. من تا یک ساعت وقت دارم تا مرسی. همین که حالت خوبه، با هم مست کردیم با آب. مرسی. آره وای وای. Nice.